سلام استوتیم، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید. به ویدیو این هفته چه خبر قرار بریم اخباری که تو این تایم اومده رو و مهم بودن و به درد ماها میخوردن و خیلی خلاصه و مهم بهتون بگم. چیزای مهمش و چیزای به درد بخورش رو براتون نوشتم، همه رو بهتون بگم که احتمالا خیلیاشو نمیدونید، حالا یه سریش هم قطعا دیدید و همین دیگه. بریم سراغ ویدیو. لایک و کامنت ویدیویاتون نره، لایک بزنید حتما، کامنت بذارید که خیلی من انرژی میدید. و نکته بعد این که اینستاگرام منم حتما فالو کنید که اونجا پست و ویدیو میذارم براتون. بریم سراغ ویدیو. آقا اولین چیز مهمی که میخوام بهتون بگم که خیلی بهم پیام میدید که چی شد، فیفا 23 اومد رو گیم پس 26 شهریور، یعنی امروز چندمه؟ فکر کنم 21 باشه. یه 5-6 روز دیگه ان شاءالله میتونید بازی کنید. و اینکه امسال زود اومد رو گیم پس واقعا، یعنی سال پیش یادمه دیگه تابستون بود اومد، وسطاش بود، 1-2 ماه مونده بود به نسخه جدید، حالا دقیقش یادم نیست ولی این شکلی بود اومد. حالا چی شد که امسال زود اومد؟ چند تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی چه خود شرکت اعلام کرد آقا فیفا 23 خیلی خوب فروخت، یعنی تو 6 ماه اول اندازه کل فیفا 23 فروش داشت، خیلی خوب بود. نکته دیگه ای که من حدس میزنم ممکنه باشه عملکرد ضعیف گیم پس بوده، تو این چند ماه ضعیف عمل کرده، تمرکزش کلا گذاشتش روی اکتیویژن، خرید اکتیویژن که اونم به یه مشکل خیلی بزرگ خورد. ردفال هم اومد و اونم خیلی بد عمل کرد و کلا نمره ها اینا ضعیف شد. گفتن چیکار کنیم؟ هر طور شده گفتن دقیقاً بیایم یه شوکی به گیم پس بدیم، فیفا 23 رو بیاریم زودتر، یه ذره پلیرها اش کنن که خب خوب بود خدایی. حالا که داریم در مورد گیم پس صحبت میکنیم، یه 4-5 تا بازی قراره برن از گیم پس حدود 5 روز دیگه، 4-5 روز دیگه، که یه دونه از گیماش حیف اگر پلی ندید نرید تجربهش کنید. مای فرند پدرو حجم کمی هم داره کلا و بازی خوبیه، برید اون یه تست بزنید تو این 2-3 روزه تا نرفته، بازی خوبیه. از بحث گیم پس بگذریم. فیل اسپنسر اخیرا یه دونه مصاحبه داشت و خیلی حرفای خوبی توش زد، یعنی من رفتم کلا خوندم متنشو و نکته‌های مهمش یادداشت کردم که بهتون بگم، بد نیست شما هم بدونید. اول در مورد ردفال، آقا ردفال و خودشون هم یه جورایی میدونستن که قرار خراب کنه، مثلا نمره پیش حدسیشون بین 70-75 بوده خود شرکت، یعنی قبل از اینکه بازی رو ریلیز کنه حدسش رو این نمره است دیگه. یا حسین خودش بعد که حالا اومده بازش 60 خورده بود دیگه، دیدن نه خیلی ریدم، مثل اینکه یعنی یه جورایی بهتون بگم که خود شرکت میدونسته قرار خراب کنه. در مورد یه چیزی هم صحبت کرد فیل اسپنسر، فریم ریت بازی، یعنی اون موقع که نشون دادن گیمو 60 نشون دادن، بعد میگن که بازی ریلیز شد 30، چی شده قضیه؟ اون 60 که نشون دادن رو پی سی بوده، پی سی خب 60 رو کنسول همون موقع هم 30 بوده، یعنی اومده گفته که آقا دفعه بعدی دیگه ما خواستیم گیم بدیم بیرون، میایم شفاف سازی میکنیم، میایم از این حرکت رو بزنیم که بگیم آها 60 تا برید حال کنیم. اینم خودش گفتش. و اینکه خیلی کلا از شرکت آرکین تو صحبت کرد و خیلی گفت خوبن خفنن فلان بیسار که کار نداریم. نکته بعدی در مورد اکتیویژن که هنوز بیخیال نشده، یعنی اینطوری که رفتن وکیل میگم چیز گرفتن آوردن، این وکیل کله خرو که مثلا خیلی اختصاصی روی این موضوع کار میکنن و یعنی یه جوری که میخوان دوباره شکایت کنن میگن گوه خوردید اکتیویژن مال ماست، یه همچین حالتی. مثلا گفتش که یه 14 تا نهاده که بعد مثلا تایید بدن که 9 تاش اوکی بوده تا الان دیگه، همین اسمشون نمیدونم، میگه مال فلانجا بریتانیا قبول کرد فلان، اینطوری حالت که میگه ما میتوانیم، یعنی فیل اسپنسر اینطوریه که برو بریم درسته میگیریمش. در مورد رویداد روبرویی که ما داریم 21 خرداد، اون یاروه ازش پرسید، مصاحبه میکرد باش، گفت که آقا شما یه سری گیم دارید که اسم آوردید ازش خبر نیست، مثل چی؟ مثل وو، پرفکت دارک، ایور وایلد و فیبل و استیت آف تیکی 3 و کنترابند و اینا. گفت اینا رو شما اسم گفتید و یه تریلر 10 ثانیه‌ای نشون دادید، تمام هیچی نشون ندید، چی شدن اینا؟ یعنی قضیه چه؟ این همه گیم که معرفی کردید به کجا رسید؟ فیل اسپنسر اومد گفت که توی این رویداد ما باز یه سری بازی جدید، پروژه بازی که حالا پروژه معرفی نشده قرار معرفی کنیم، یعنی تا الان هیچی ازش نبوده و جدید قرار معرفی کنیم. از هم اینایی هم که گفتی، یعنی این بازی که الان اس بردم هم قرار نشون بدیم. این خبر خوبیه، یعنی بالاخره ما تکلیفمون یه خورده مشخص میشه آقا چی قراره بیاد، چی میخواد بشه. یه چیز دیگه هم گفت که اووود رو خودم به شخصه، یعنی فیل اسپنسر گفت نه که من رفتم پروسه و روند و ایناشو دیدم، اوکی بوده، یعنی خوب بوده، وضعیتش خوبه و ردیفه و اینا، قراره که بازی خوبی باشه. حداقل اینو رفته دیده، خدای شکرت این یه دونه رو قرنی برینم، بغیر ندیده. و اینکه در مورد استارفیلد هم خیلی صحبت کرد و اینطوریه که میگه خب درست ردفال ریل، اما استارفیلد قرنی اتفاق براش بیفته، قراره چیز خفنی از آب در بیاد و به کوب داریم روش کار میکنیم، تمرکز داریم میکنیم روش و خودشون هم میدونن که یکی از بزرگترین انحصاریایی که قرار بدن همینه و الان خیلی مهم شده این قضیه، این گیم خیلی مهم شده برای ایکس باکس. یعنی اگه قرار باشه تو بازی‌های آینده برینن، خیلی اوضاع ایکس باکس یعنی نابود میشه قشنگ. و دو سه تا گیمی که خیلی بهش امید داره و اینا، یکی همین استارفیلد، یه دونه فورزا موتور اسپورت و یه دونه هم هلبلید 2 که خب ما هم یه چند تا چیز میز ازش دیدیم این اواخر، خدای خوب بود. یعنی اینطوری بود که پشمام، من خودم خیلی حال می‌کردم باش. امیدوارم اونم به زودی، نمیدونم تاریخ انتشار دادن یعنی یادم نیست، ولی بیاد و بتره کنه. یه خبر خوبه دیگه این که پلگ تیل نسخه 2ش آقا آپدیت 60 فریمش رو داد بالاخره. 30 بود و من همون موقع که اومد و دیدم 30 FPS اصلا گیمو پلی ندادم، چون من نسخه یکش رو بازی کرده بودم، تمام کرده بودم و خیلی دوستش داشتم. به همتون هم گفتم آقا اینو بازی کنید وقتی رو گیم پسه. الان رفته چون نسخه 2 اومد و من چند وقت پیش ازش یه ویدیو گذاشتم، گیم پلیشو گذاشتم که خوب بود خدایی، یعنی من دوستش داشتم. ولی این 30 فریم بودنش رو مخم بود، یعنی اذیت تو این گیم، مخصوصا که سفر رو باید زود تکون بدی، حواست باشه و اینا، یه حالت مخفی کاری داره گیم. الان آپدیتشو داده، آپدیت کنید بازی کنید، میارزه. یعنی بازی که ارزش بازی کردن و دانلود کردن داره به شدت، مخصوصا الان که رو گیم پسه، پلی بید لذت ببرید. یه آپدیت هم خود کنسول داده تو ماه می که اکثر ماها کنسولامون رو خودش آپدیت میکنه، اما حتما برید از سیتینگتون چک کنید که اگر آپدیت نشده یعنی آپدیت موجوده برای کنسول، حتما دانلودش کنید. فیچر جدید اضافه نشده که به ظاهر بخواید ببینید، ولی یه سری بهبودا داشته. یکیش این بوده که کلا مصرف باتری توی کنترلر رو بهینه‌تر کرده که خب این خوبه. و نکته دوم در مورد کلا بهینه‌سازی در مورد دیسکورد بوده روی ایکس باکس، که اگر استفاده میکنید از این قابلیت و کلا جوین میگید تو چنل‌ها و سرورهای دیسکورد و اینا، از تو کنسولتون صحبت میکنید به دردتون میخوره. حالا یه سری بهینه‌های دیگه هم داره. کلا پیشنهادم بهتون اینه که حتما کنسولتون رو آپدیت نگه دارید، یعنی هر آپدیتی داد با هر حجمی دانلود کنید و بذارید کنسولتون بروز باشه، چون خیلی بهتره. همین دیگه، امیدوارم که ویدیوام خوشتون اومده باشه. این ویدیو رو هر یه هفته 10 روز یه بار براتون میذارم، خبرهای مهم رو این شکلی جمع میکنم، چیزایی که به درتون میخوره مثل یه لقمه آماده تقدیم شما میشه. لایک، کامنت یادتون نره و فعلا